بیشتر قسمت های ریستارت در فردوسی هست. به عنوان مثال ما در ریستارت توضیح دیدیم که برای پیدا کردن انسان کامل احتیاج به خوندن کتاب نیست، به مسافرت نیست. عشق آمدنی بود نه آموختنی. باید دلت چیکسته شه، تنت خسته شه. حتی اگر در چاهی هم تو باشی میتونی انسان کامل پیدا کنی. فرض کن از اول بچگی دنداختن تو چاه مثل یوسف و تو چاه توی و چاه، آیا میشه انسان کامل پیدا کرد؟ بله میشه پیدا کرد. مثل چی؟ مثل داستان بیژن و منیژه که در شاهنامه دقیقا تایید میکنه حرف ما رو. بیژن و منیژه در فردوسی توی خط بخوایم توضیح بدیم، داستانش اینه که بیژن برای اینکه بره با دختر افراسیاب، یکی از دختراش، حالا نمیدونم کدوم بزرگ یا کوچیک است، میره سراغ اینکه عاشق اون بوده، بره سراغ اون، وارد سرزمین توران میشه. تورانی ها میگیرن جناب آقای بیژن رو و وارد یه چاه میکنن، میبندنش توی چاه. بعد اسب جناب آقای بیژن بر میگرده، یه گیو، حالا اینا میدونم یکی از اون آدم هایی که اونجا هست، نگاه میکنه اونی که این اسب برگشته، گرگین نامی حالا یا هر کسی که از اون سرداری که با بیژن رفته بودن میدونست بیژن توی چاهه، ازش سوال میکنه بیژن کجاست؟ میگه که مثلا کشته شد. اسب بیژن بر میگرده، وقتی اسب بیژن رو میبینه میفهمی که بیژن زنده است. اینجا نگاه کنید چقدر زیبا داستان فردوسی توضیح میده. میگه که هیچ کس نمیتونه بفهمه اینجا دل شکسته تن خسته میخرن یعنی چی. فردوسی میگه هیچ کسی نمیتونه بفهمه. بیژن افتاده توی یه چاهی در یک سرزمین دیگه، کی میخواد بفهمه که این کجاست؟ آقای بیژن تو چاه شروع میکنه گریه کردن، دلش میشکنه، دنباله، میخواد بگه تو چاه هم که باشی دلت دنبال اون خوشگله باشه، دنبال انسان کامل باشه، پیداش میکنی. اینجا میخواد فردوسی اینو توضیح بده. وقتی سردار میبینه که این اسب بیژن برگشته، حدس میزنه زنده است، تصمیم میگیره که جای بیژن رو پیدا کنه. به همین خاطر بلند میشه میره پیش کیخسرو تا از کیخسرو بتونه بفهمه که بیژن کجای جهان هستی. میره پیشون ازش خواهش میکنه، میگه میشه شما چشم دل باز کردی که جان دیدی، آنچه نادیدنیست آن دیدی، میشه به من بگی بیژن کجاست که ما بریم نجاتش بدیم؟ کیخسرو بهش میگه که بیژن در چاهیه در توران، میخوایم نجاتش بدیم بریم. که این پل داستانش طولانیه دیگه، که اینا به رستم میگن، رستم با دوتا از افراد به صورت جواهر فروش وارد شهر اونجا میشه. از قضا منیژه رستم رو میبینه و شو شهر میپیچه که از طرف ایران دارن یک قشون میان، رستم داره میاد دیگه، خیلی مهم بوده. از رستم و منیژه میگیره، میگه که از رستم چه خبر؟ رستم میگه خبر ندارم، یه مرغ میخره میده منیژه، چون رستم میدونه که منیژه عاشق بیژنه. مرغ میخره، انگشتر خودش میذاره توی این مرغ. خانم منیژه هم برمیداره مرغ رو میبره میندازه تو چاه و برای بیژن بخوره که از گرسنگی نمیره. بیژن تو چاه که دل مرغ رو با میکنه، انگشتر رستم رو توش میبینه که به منیژه میگه منیژه دلت خوش باشه که اینجا دل شکسته تن خسته میخرن، عشقای من جواب داد، اون صوفیه فرستاد برای نجات من که ریستارتی کنن، من از این چاه منو بکشن بیرون. و این اتفاق بیفته، منیژه میگه از کجا فهمیدی؟ میگه مرغی که تو آوردی، یعنی خود مرغ مکان زمینی ها، مرغ خیلی مفهوم داره توش، مرغی که تو آوردی توش انگشتر رستم بود، رستم داره میاد برای نجاتت.